با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه هستیم برای این بحث‌های غیبی. دلیل تکرار مشکلات این چنینی در ایام خاص به خصوص تعطیلات چه هست؟ چرا این بحران هر سال با شدت بیشتری اتفاق می‌افته؟ بله، ببینید، بحرانی که ایجاد میشه مخصوصا در تعطیلات یا ایام خاص که شما اشاره کردید، مشخصا برمیگرده به نبود برنامه، به نبود عقلانیت در بین مقامات و مسئولین. چرا که ما میدانیم در استانهای شمالی به خصوص در ایام تعطیلات ورودی مسافران بسیار زیاد هست. همین شهروندی هم که ویدیو فرستادم به جز بنزین نان رو هم داره اشاره میکنه. ما یک سیستم توزیع بسیار قدیمی و فرسوده داریم که در تمام حوزه‌ها این داره کار میکنه و پاسخگوی نیاز امروز کشور نیست. در حوزه بنزین کماکان سوخت به واسطه نفتکش‌ها داره منتقل میشه و اون مکانیابی برای انبارهای متعدد انجام نشده. هر زیرساختی هم هست برمیگردد به 14 پیش، اکثرا در مناطق شمالی مخصوصا در نقاط سوال عبور، و در جمهوری اسلامی اتفاق خاصی رخ نداده. بنابراین سیستم توزیع به همون سیستم سنتی 40 سال پیش داره جلو میره. در حوزه نان همین مشکل رو دارن. وقتی مسافر زیاد هست، خب نانوایی‌ها قادر به عرضه نان نیستن. در حوزه سایر محصولات کشاورزی هم این وجود داره. بنزین چون نمود بیشتری داره، صف تشکیل میشه و واکنش‌های بسیاری به دنبال داره، خب بیشتر در موردش صحبت میشه. قاعدتا در حوزه محصولات کشاورزی هم همین است، در حوزه تهیه آب آشامیدنی هم هست. این مسائل تماما برمیگردد به نبود زیرساختهای مناسب، برمیگردد به عدم توسعه متوازن متناسب با نیازهای منطقه‌ای و حتی نیازهای فصلی برخی مناطق. اتفاقیه که نتیجه سیاست‌های اشتباه جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر بوده. آقای غیبی، در روزهای گذشته اعلام شده که مصرف بنزین روزانه به 140 میلیون لیتر رسیده. ارزیابی شما از وضعیت تولید و مصرف بنزین و رویکرد دولت در این زمینه چه است؟ در حوزه تولید که اعلام کردن 114 میلیون لیتر تولید داریم، اما خب بسیار پایین‌تر از بخش زیادیش بنزین پتروشیمی هست که اون هم خب سرطانزا و آلاینده است. الان 26 میلیون لیتری که ناترازی هست و نیاز روزانه کشور به وارداته داره تامین میشه. خود همین 26 میلیون لیتر هم در تشکیل این صف‌ها تاثیرگذار هست، به خاطر اینکه منابع و ذخایری که در مناطق مختلف داره تحت تاثیر قرار میگیره و حتی بهانه‌ای که میارن برای جابجایی سوخت و ترافیک بودن جاده‌ها بخشی از اتفاقی که داریم مشاهده میکنیم، ولی بخش دیگری همون کاهش سطح ذخایره که به واسطه افزایش مصرف رخ میده و اساسا در منبع و ذخایری که وجود داره در انبار نفت ها و انبارهای بنزین سوختی وجود نداره برای توزیع و از اونجا نشأت میگیره. در ادامه راه این 140 میلیون لیتر به باور من یک مقدار کاهش پیدا خواهد کرد. 135 تا 130 میلیون لیتر رو تثبیت شده باید بدونیم برای امسال، ولی ناترازی کماکان باقی است. نیاز واردات افزایش پیدا میکنه. 2 میلیارد دلاری که برای واردات تخصیص دادن و در بودجه دیده شده، خب کفاف نخواهد داد. دولت مجبور راه‌های دیگری رو امتحان بکنه و مهمترینش همون مدیریت مصرفه که در روزهای گذشته هم شاهد بودیم. بسیاری از مقامات از جمله خود پزشکیان، وزیر اقتصاد و عارف تاکید کردن بر ضرورت کنترل مصرف بنزین، حالا به روش‌های مختلف که اسمش رو جراحی اقتصادی هم می‌گذارن. اما در نهایت آنچه که مسلمه، امسال سهمیه بنزین خودروها به نصف کاهش پیدا خواهد کرد و در طرف مقابل توزیع بنزین به تمام افراد در دستور کار قرار خواهد گرفت و قیمت بنزین آزاد حتما افزایش چشمگیری رو تجربه خواهد کرد. متشکرم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی.